عرض درود و مهر فراوان خدمت تک تک شما عزیزا، لطف محبت کردین، قدم رنجه کردین، جد تشریف آوردین. با اجازه فرزند عزیز استادم، امروز استادم است، استاد حسین بخش، آغازگر محفل میشم. بیشتر آقای صمیم رئیس کانون فرهنگ رابطه با استاد من، زندگی نامه‌شان، کارکردهای هنریشان، فعالیت‌هایشان با شما روشنی انداختن و من متوجه شدم که دوستای بسیار عزیز و فرهنگی بسیار فرهیخته ما در این مجلس تشریف دارن از کانون‌های مختلف، که خورشید بود فکر میکنم و خط سیام بود که مرا امین نام خوشم آمد، چون فهمیدم که علاقه منده و دوستای حضرت شمس هستن، حضرت مولانا هستن، خانه فرهنگ از آرستان. برای ما جالب چرا خط سیام بود، چرا ما اولین بار همچون کانون رو شنیدم. زندیات هویدا صاحب در یک از مجالس با هم روبرو شدیم، کدیم معرفی بود، یک مقدار صحبت که کردیم تجیران صحبت های در گفای ما رفت طرف ادبیاتی گفا سونه من سعی کرد گفت جوان همی تو معلوم میشه که دمی گفا از را سرت خلاص است. گفت حضرت مولانا را زیاد دوست داری؟ با آزر دیگه پیشه با ایداس هم گفت زدم کار آسان هم نبود. اگر دوست های اکثر اگر کهو برای فرید جان برای ما یکان گلاسه و گلت کنیم بانین، ما گفتم که یک چیزی چیزی میشه. گفت بابا چه خط سیوم حضرت شمس خاندی؟ ما هم تو راست کنم لگه واحدا سیم ما میره نخاندیم. ما گفتم واحدا سیم خول است، با ما تونه کنیم خد در ظرف یک هفته دو هفته را پورش را فرمید. رویشان شد ترین پرسدی کتاب از فرامون فورت جسوجو کردم و دست آورد در ظرف یک هفته دو هفته را پورش و خودم و اولین جملات را که از حضرت شمس سجا خواندم همه قدر بود سر ما تاثیر کرده بود که براتانیش گفتن هم میتونم در جیران یک هفته اولین جملات را که از حضرت شمس سجا خواندم همه قدر بود سر ما تاثیر کرده بود که براتانیش گفتن هم میتونم در جیران یک هفته دو هفته باز از ختم کتاب رو وایدا صاحب تلفن کردم و یک تلفنی جهر بست داشتیم امرایش و مرمی نامی کانون خط سیوم سخت متاثر ساخت از گفته مردم. خیلی خوش شدم و یک موضوع هم که صمیم صاحب یاد کرد از استادم در رابطه با کنسرت سال 1344، یک تصادف نیه که دیگه هم در زندگی مواقع شده که من قبلا از او آگاهی نداشتم. یک دوست بسیار عزیزم است که حال تکلیف امس داره، ولیکن از سالهای سال است که برگه استاد منه، دو برگه است در فیسبوک، یکی به نام استاد رحیم بخش غزل و یکی به نام استاد رحیم بخش بخش، رهبری میکنه یا مدیریت میکنه. این جوان پدرش بسیار دوستدار پدر مرا، فکر استاد ما بوده و خودش حالا حیات است و حدوداً فکر کنین اون تولدش 1300 باشه، ولی آدم چند ساله است، یعنی هنوز هم زنده است، حالا زندگی میکنم. همین قصه را که شما گفتین که صمیم صاحب گفت از او یک شواهد دیگه پاس، شاهد عینیش پدر همین نسیم جان آریانفر است، آقای آریانفر. و او ما قصه کرد که ما همین چند شب را که هنرمندای این دو پاکستان اوجا بودن هنرنمایی کردن، ما هنرنمایی استادت دیدیم و همی که گفت ما بارا با پای استاد شدیم و استاد اینا گفتن که دو نیم ساعت نماندیم بشینیم برن اثر استیج. این واقعیت است، حقیقت است و ایر شما در یوتیوب به اصطلاح هم میتونیم همی کنسرت ببینیم استاد رحیم بخش 1344 و همی تشویقی که مردم کردن، همی شور و شفی که مردم داشتن، ایره میتونین بشنوین و برنامه هم کلاسیک استاد خواندن و همه غزل لالای بزرگوار. دیگه ما آغاز میکنم با یک از کمپوزای استاد خود.